جنگ جهانی اول. در یکی از شب‌های آخر جنگ جهانی اول، گروهانی از بمباران دشمن پناه گرفتند. افسرشان امیدوارانه به مادرش نوشت: مادر عزیزم، در این زیرزمین دود آنچنان غلیظ است که من با شمع به زحمت میتوانم تا فاصله 20 سانتی متری را ببینم. همراهان چنان فشرده اند که من به سختی میتوانم تکان بخورم. سمت چپ من فرمانده گروهان روی نیمکتی خورخور میکند. زندگی خوشی است مادر عزیزم. افسوس که من شعله ترسناک توپهای بیرون و گودالهای گلوله های آنها را بیشتر از تو به فراموشی سپردم. امیدوارم تو هم به اندازه من گرم و در اتاقت به اندازه من در اینجا آرامش داشته باشی. اطمینان دارم حتی نیمی از دوستان نازنینی که مرا در اینجا احاطه کردند به دیدار تو نمی آیند. در اینجا هیچ خطری نیست، ولی اگر هم باشد، تا زمانی که تو این نامه را می خوانی کاملا برطرف شده است. دو هفته بعد غرش توپ‌های جنگ بزرگ خاموش شد. یازدهمین ساعت، یازدهمین روز، یازدهمین ماه 1918 بود. یک ساعت بعد در منزل آن افسر را زدند و در حالی که همسایگان پایان جنگ را جشن گرفته بودند، تلگرامی به مادر او دادند که پسر او در هفته آخر جنگ، در حالی که در حمله به خطوط آلمانی ها شرکت کرده بود، کشته شده. سرباز کشته سوتفان ویلفرد اوون، 25 ساله. با این حال اوون تنها یک تن از نسل گم شده بود. در خلال 4 سال جنگ جهانی 9 میلیون نفر کشته شدند و مردم، زمین ها و ملت‌ها برای همیشه تغییر یافتند. سال‌های 1914 تا 1918 قرن 20 سراسر خشونت را به حرکت درآورد. نخستین به کارگیری سلاح‌های شیمیایی، نخستین بمباران جمعی غیر نظامیان از هوا، نخستین کشتار جمعی غرب. در تاریخ هرگز چنین جمعیتی سلاح به دست نگرفته بودند. هرگز جنگی تا بدین حد به فراسوی میدان جنگ کشیده نشده بود. هرگز جنگ این چنین عمیق در جامعه نفوذ نکرده بود. 80 سال مطالعه خاطرات، نامه ها و فیلم های بایگانی های وسیع سراسر جهان از سرگذشت زنان و مردانی از 5 قاره سخن میگوید که این جنگ لحظه سرنوشت ساز زندگی شد. این جنگ جنگ بزرگ نامیده شد، زیرا بر آنچه که از پیش آمده بود تأثیر گذارد و بر آنچه که به دنبال آمد سایه افکند. قسمت اول، انفجار. هر گونه کاوشی برای یافتن مبدأ جنگ بزرگ به آلمان باز می‌گردد. وضع آن نظامی‌گرا و متمایل به خشونت. مردمش امروزی کوشا و مصمم در برتری موقعیت خود در جهان. ژنرال‌های آن غرق در تظاهر به بزرگی، اما نامطمئن از وضع آلمان
به عنوان یک امپراتوری مقتدر. تمام این تنش‌ها در یک نفر تجلی یافته بود. قیصر ویلهلم دوم نماد بی‌مسئولیت جاه طلبی امپراتوری آلمان. مقدر بود که او نشانه زنده غرور ملی باشد. نقشی مهم برای مردی معلول. حادثه‌ای به هنگام تولد تا اندازه وی را کر کرده و بر تعادلش اثر گذارده بود و یک بازویش خشک شده بود. پدر و مادر ویلهلم امیدوار بودند که آنچه از عهده پزشکان برنیامده از انضباط برآید. آموزگار پسرشان دکتر گئورگ هینز پتر قرار بود هیچ کاری برای بازوی شاگردش نکند. او میبایست پسر را وادارد تا به شکل یک جنگجوی واقعی آلمانی سواری کند. زمانی که شاهزاده 8 ساله بود هنوز هم یک فراش باید دهنه اسب تاتوی کوچک او را میگرفت، چون انقدر بی‌تعادل بود که بی‌ثباتی او باعث نگرانی تحمل ناپذیری برای خودش و دیگران شده بود. باید به هر قیمتی شده بر اون غلبه میکرد. بنابراین من شاهزاده گریان و بدون مهمیز سوار اسبش میکردم و وادارش میکردم با سرعتهای مختلف سواری کنه. رتب میافتاد. هر بار علارغم قسمها و گریش من بلندش میکردم و باز میذاشتمش روی اسب. بعد از هفته ها شکنجه این وظیفه مشکل انجام شد. او تعادلش رو به دست آورد. انگلستان جایی بود که پسر جوان برای فرار از چنین تحقیری به آنجا پناه برد به عنوان نوه ملکه ویکتوریا. او غالباً به دیدار ملک ساحلی او در آزبورن در جزیره وید می رفت. او و عموزاده هایش در یک زمین بازی اختصاصی با سنگرها و دژی مینیاتوری به نظر خودشان به مبارزه باستانی می پردازند. از اینجا بود که دریا یک عمر فکر او را به خود مشغول داشت. من علاقه زیادی به نیروی دریایی داشتم. علت آن تا حد زیادی از خون انگلیسی من بود. زمانی که به عنوان یه پسر بچه اجازه پیدا کردم به دیدن پورتسموث و پلیموت برم، کشتی های مغرور انگلیسی رو تحسین کردم. این آرزو در من بیدار شد که روزی چنین کشتی هایی برای خود بسازم و وقتی بزرگ شدم یک نیروی دریایی خوب مثل انگلیس داشته باشم. هنگامی که ویلهلم در سال 1888 به سن 29 سالگی قیصر آلمان شد، خطر جوانیش در صحنه امور کشور آلمان نمایان گشت. او نقش خود را برای فرماندهانش چنین بیان کرد: شما هیچ چیز نمیدونید. تنها من همه چیز میدونم. من تنها تصمیم میگیرم. باید مردی رو مجسم کنید که همه جور عقده های وحشتناک داره. اون میخواد به عبارتی در صحنه دنیا آدم بزرگی مثل عموزاده های بریتانیاییش بشه. اون میخواد شخصیت سیاسی برجسته و موثری بشه. به نظر من قیصر تا حدی از واقعیت به دور افتاده. رویاهای ویلهلم برای افتخارهای دریایی را دریا سالاران آلمانی که در آرزوی برابری با بریتانیا بودند به حقیقت رساندند. تا سال 1905 ناوگان عظیمی از کشتی‌های جنگی در حال ساخت بود. با چنین نمادهایی از قدرت و پیشرفت امپراتوری، ویلهلم احساسات و همفکری مردمش را برانگیخت. دنیا قیصر را نماد آلمان جدید می‌دانست و او تا حد زیادی تجسم این امر بود. او نظامیگری قدیم رو مجسم میکرد. او جاه طلبی غیر مستقیم خود رو برای تسلطی در آینده مجسم میکرد که هیچ کس نمیتونست به درستی تعریف کنه.
او ناامنی، تردید و اختلال اعصابی رو که بر جامعه آلمان مسئولی بود مجسم می کرد که آلمان رو در اداره نظم جهانی به صورت شریکی پیشبینی نشدنی و خطرناک در آورد. با این حال قیصر وارث ملتی بود که به صلح و آرامش عادت کرده بود. سیاستمداری زیرکانه اوتو فون بیسمارک صدر اعظم آلمان را از سال 1871 از جنگ به دور نگه داشته بود. بیسمارک هیچ گونه جاه طلبی خارجی نداشت. او قراردادها و پیمانهای بسته بود تا با سایر قدرت‌های بزرگ، بریتانیای کبیر، فرانسه، اتریش و مجارستان در صلح به سر ببرد. اما بالاتر از همه پرهیز از جنگ با روسیه بود. ولی ویلهلم احترامی برای تعادل ظریف بیسمارک قائل نبود. قیصر احساس میکرد اون نماینده آلمان جدیده. آیا آلمان واقعا داشت به کجا میرفت؟ او نمیدونست، اما سرعتش خیلی زیاد بود. ویلهلم بیسمارک را بازنشسته و قراردادها را رها کرد. توسعه نظامی جانشین سیاست شد. اعلام او برای ساختن یک نیروی دریایی جدید، بریتانیای کبیر متحدی بالقوه را تبدیل به یک دشمن بالقوه کرد. و اکنون در سال 1912 توسعه فوق‌العاده ارتش او آن را نیرومندترین ارتش اروپا می سازد که روسیه و فرانسه را به چالش می طلبد. آلمان فقط یک متحد در خور اعتماد داشت، امپراتوری ضعیف اتریش هنگاری که امپراتور فرانت یوزف سال خورده بر آن حکم می راند. آلمان خود را هرچه بیشتر در محاصره و به اندازه حکمرانش نامطمئن احساس می کرد. جنگ بین الملل یکی از راه‌هایی بود که وعده قرن به شمار می رفت. پیش آمدهای دیگری و آیندهی کاملا متفاوت اشاره داشت. انقلابی در فناوری جهان غرب را فرا می گرفت. برق شب را به روز تبدیل کرد. اتومبیل سرعت سفر را تغییر داد. هواپیما جاذبه را نادیده گرفت. برای پادشاهان، حکمرانان و برگزیدگان اروپا انفجار فناورانه عصر تازه‌ای را خبر می‌داد که آنان از درک آن عاجز بودند. با این حال زندگی مردم معمولی عمیقاً در حال تغییر بود. تفاوتی اساسی در انتظارها، کار و دنیای آنان به وجود می‌آمد. از بسیاری جهات لحظه‌ایه که تصور امکانات بسیار و نامحدودی برای همه پیش میاد و البته این لزوماً به معنای امید نیست. میتونه ناامیدی سخت هم معنا بده، چون با تصور اینکه اون امکانات وجود داره این سوال پیش میاد که چرا من نه؟ چرا کشاورزها نه؟ چرا کارکنان کارخونه نه؟ چرا زنها نه؟ این دو عنصر، توازن نداشتن قدرت و نابرابری بین اونهایی که دارند و اونهایی که ندارند، بین اونهایی که نمایش رو اداره میکنند و کسانی که احساس میکنند اونا باید نمایش رو اداره کنند، این احساس حیرت انگیز نزدیک شدن طوفان رو در سال 1914 به وجود میاره. چه طوفانی خواهد بود هیچ کس نمیدونه، ولی خواهد آمد. سرعت تغییر از نظم سیاسی که قرار بود آنها را هدایت کند پیشی گرفته بود. در بریتانیا بی‌عدالتی اجتماعی برخوردهای تلخی را موجب شده بود و عنوان درشت روزنامه‌ها از مخالفت‌هایی با رأی دادن زنان خبر می‌داد.
یک نظر این بود که زنان به دلایل مختلف نباید رأی بدن. یکیش این بود که مغز زن کوچکتر از مغز مرده. بنابراین وقتی موضوع انتخابات پیش بیاد، اون نمیتونه انتخاب سیاسی درست بکنه. در وجودش این ظرفیت عقلانی رو نداره که چنین انتخابی رو بکنه. این به نظر ما خنده آور، اما چیزی بود که حتی خردمندترین افراد هم کاملا باور کردند. زنان در رأس مبارزه برای حق رأی زنان بریتانیایی بودند. هنگامی که اعتراض آرام موفق نشد، آنان با آتش و بمب به خشونت روی آوردند. آنان هدف خود را نمادهای اقتدار مردان قرار دادند، کلیسا و ثروت. در روز مسابقه اسب دوانی دربی سال 1913 مبارزه نخستین قربانی خود را داد، یک زن مبارز تنها، امیلی وایلدینگ دیویسون، وارد میدان مسابقه شد تا جلوی اسب شاه را بگیرد. دولت بریتانیا مبارزه ای را برای ساکت کردن این زنان آغاز کرد. مردانی که مرتکب نافرمانی مدنی می شدند، عنوان خاص زندانی سیاسی را می یافتند، در حالی که با این زنان مبارز مانند تبهکاران معمولی رفتار می شد. 7 ماه پیش از آغاز جنگ، رهبر زنان مبارز سیلویا پانکرست به جرم شکستن یک شیشه به زندان رفت. خشم از تحقیر خود به علت اون که اون همه مدت اهانت‌های زجردهنده‌ای رو تحمل کرده بودم آزارم میداد. صدام بلند و عجیب فریاد میزد، باعث رسواییه که 4 تن از ما به خاطر یک شیشه کوچیک 3 پوندی باید روی هم رفته 5 ماه زندانی بکشیم، که خیلی وقته که ما دین سنگینمون رو به دولت ادا کردیم. علاوه بر اون، این آزار سال هاست که ادامه داره و زنها یکی پس از دیگری شکست و نابود شدن، و همه اینها برای اینه که یک مشت مرد مثل دیواری سنگی با لجاجتی بیرحمانه در برابر ما ایستادن، بعضی به خاطر شغلشون و برخی به دلیل غرورشون به ما راه نمیدن. همچنان که بی تردید این کلمات صدای آنان را بلند می کرد، عصر جدیدی شکل می گرفت. عصر اعتراض و مبارز طلبی. پرچم تازه سوسیالیسم یک جهت انقلابی با رشد طرفداران داشت. سوسیالیسم کوشید تا نگرانی های اصلی را هدف قرار دهد. دستمزد، استثمار، شرایط وحشتناک زندگی. رهبر آن در فرانسه ژان ژوره بود، سوسیالیستی که بر جنبش انقلابی تسلط داشت. 1/3 رای دهندگان سوسیالیست فرانسه در سال 1914 که نزدیک به 1,000,000 تن می شدن به اتحادیه های کارگری پیوسته بودند. یک روزنامه‌نگار اهل وین تحت تأثیر هیکل غیرعادی ژوره قرار گرفت. اول پشت پهنش که مثل یک باربر خیابانی بود نظرمو جلب کرد. گردنش شبیه گاو نر کوتاه و کلفت بود و من فوراً نیروی یک دهقانو در اون احساس کردم. تزلزل ناپذیر. ژوره مسابقه تسلیحاتی اروپا را تهدیدی برای عدالت اجتماعی می دانست. او بر این باور بود که در حالی که سوسیالیست ها باید از وطنشان دفاع کنند، توسعه زرادخانه ها تنها به نفع طبقات حاکمه و چسبیدنشان به قدرت نظامی است. آینده چگونه خواهد بود اگر میلیون ها نفری که در تهیه و تدارک جنگ گمارده شده اند به کارهای مفید گمارده می شدند، تا رفاه مردم را بیشتر کنند، خانه مناسب برای کارگران بسازند، حمل و لغو را توسعه دهند و زمین ها را آباد سازند. تبع امپریالیسم یک بیماری شده، بیماری جامعه بد اداره شده‌ایه که نمیدونه چطور از نیروهاش در میهن استفاده کنه.
جاره میدونست چطور اقدام کنه، اقدام واقعی. اول از همه اون مجلسو داشت، دوم سعی داشت در صورت جنگ یک حکمیت بین المللی را بندازه، سوم که قوی ترین برگ جوره بود دعوت به یک اعتصاب کارگری بین المللی بود، یک اعتصاب عمومی در همه کشورهایی که ممکن بود وارد جنگ بشن. در سال 1912 جان جوره یک کنگره سوسیالیست اضطراری در سوئیس تشکیل داد. جنگ ظاهرا نزدیک بود. دشمنی های محلی در بالکان بین اسلاف ها و اتریشیان می رفت که تبدیل به یک برخورد تمام عیار شد. 5000 نماینده از 23 کشور تالار کلیسای بال را پر کرده بودند. جوره از سکو بالا رفت تا نمایندگان را تشویق کند که با پیام صلح به کشورشان بازگردند. من در فکر کلماتی هستم که شیلر در بالای قطعه زیبای آوای زنگ خود نوشت. زندگی را فرا می خوانم، بر مرگ ندبه می کنم، آذرخش را می شکنم. سپس جوره به جلو خم شد و از دریای چهره های رو به بالا خواست: زندگی را فرا می خوانم تا در برابر هیولایی که زمین را ویران خواهد کرد پایداری ورزد. بر بیشمار مردگانی ندبه می کنم که اینک در شرق دفن شده اند و بوی بدشان ما را پر از پشیمانی می کند. من آذرخش جنگ را که اینک به آسمان پرت شده می شکنم. سپس جوره مکسی کرد و در یک تغییر ناگهانی آهنگ سمفونی نهم بتهوون کلیسا را پر کرد. بیایید این تالار را با تعهد به نجات صلح و تمدن ترک گویید. کنگره بال اطمینان داد که کارگران در نزاع بی‌معنای بالکان شرکت نخواهند کرد. 250,000 تن در برلین علیه جنگ رژه رفتند. با عقب نشینی دولت ها از جنگ، جوره مطمئن شد که اروپا نزدیک به عصر جدیدی از صلح است. ولی 2 سال بعد اشتباه او ثابت خواهد شد. جبر تغییر پنهانی به جوامعی که قرنها دوام آورده بودند رسوخ میکرد. در روسیه سلسله رومانوف تزار نیکولای دوم نماد دنیایی بود که به نظر نمی رسید تهدید پذیر باشد. اما اکنون روسیه هم نزدیک به عصر جدید بود. به نظرم ارتباط چشم مردم و به امکانات و اینکه اوضاع کنونی چه ایبایی داره کاملا باز کرد و از اون طرف کاملا درسته که تعداد کثیری از دهقانهایی که در نقاط دورافتاده روسیه زندگی میکردن نظر بسیار خوبی نسبت به پدر تزار نازنین داشتن که ما رو از اشرافیت و بروکراتهای خودش حفظ میکنه. اما با توسعه تلگراف و روزنامه ها و شروع دهقان ها به خواندن و پیدا شدن سوسیالیست های انقلابی در روستاها، این نظرها بسیار ضعیف شد. اینک دهقانان می توانستند به پای تخت سفر کنند و تزارشان را از نزدیک ببینند. ماکسیم گورکی تجربه یک دهقان را از ملاقات با نیکولا در سال 1902 ثبت کرد. اتفاقی که در ملاقات با تزار برام افتاد اینه. تصورشو بکنید که شما به یه آدم دور از دسترس اعتقاد داشته باشید. فکر کنید که بهترین صفات، تمام قدرت، خرد و تقدس روسیه در اون شخص جمع شده. بعد یک پاره به فرمان سرنوشت با اون شخص روبرو میشی و با اندوه و ترس میبینی که اون کسی نیست که تو تصور میکردی. درخشش اطرافش و اون شکوه و جلال وجود داره، اما همش ساختگیه. به این ترتیب من
روبروم تزاری رو ندیدم که تصور میکردم. پادشاه رویاهامو و حتی یک مرد بزرگ ندیدم، بلکه آدم کوچکی رو دیدم روی دو پای خیلی معمولی. از شرق تا غرب اروپا یک انقلاب اجتماعی در راه بود. در آلمان کارگران سریع ترین تغییرها را تجربه می کردن. فقط در 30 سال برلین از یک شهر عقب مانده 700 هزار نفری به کلان شهر فنی 2 میلیونی تبدیل شده بود. بسیاری از آلمانی‌های طبقه متوسط با عقیده قیصرشان در برتری فرهنگی آلمان موافق بودند. برای آنان لازم بود موجبات تسلط آلمان را بر قاره که مستحق آن بود فراهم آورند. و از این لحاظ قیصر از جهاتی نماینده نسلیه که در دهه 1890 بالغ شده. بیسمارک مستعمره رو یک انحراف فکری میدونست. خب برای نسل جوانتر این کمی متحجرانه بود و اگه قیصر میخواست بهشون مستعمره بده از شنیدنش خوشحال میشدن. کارگران آلمانی بهترین مبارز و سازمان یافته ترین کارگران بودند. نیروی کارگر در اینجا بیش از یک کمال مطلوب مهم بود و آن در حزب سوسیالیست نیرومند میلیونی تجلی یافته بود که اینک می رفت تا دولت را به چالش بگیرد. نظام قدیم در آرزوی افتخار امپراتوری بود و چالشگرانشان برابری را می طلبیدند. این امر ترکیب انفجاری فوق‌العاده‌ای را در جایی به وجود آورده بود که نیرومندترین کشور جهان آلمان نیرومندترین جنبش انقلابی جهان رو داشت، حزب سوسیال دموکراتیک آلمان، و این نتیجه سرعت تغییر و سرعت شهری شدنه که باعث این میلیتاریسم گرایی شگفت‌آور شد. قدرت نظامی و پولتاریان گرایی و قدرت طبقه کارگر هر دو شد که هر دو هم آشکار بود. قیصر برای جشن تولدش تظاهرات برپا می‌کرد و حزب سوسیال دموکراتیک برای اول ماه مه تظاهرات برپا می کرد. اونها آلمانی ها رو نیرومندترین و وحشتناکترین ملت جهان می دیدند. سرمایه داران آلمانی که کشور را در اختیار داشتند، سوسیالیسم را نیروی شوم می دانستند. سوسیالیسم خوشبختی آنان را تهدید می کرد و مانع از آن بود که آلمان یک قدرت جهانی شود. سوسیالیست ها پیشرفت را از طریق صلح می‌خواستند. برگزیدگان حاکم موافق نبودند. یکی از نظریه‌های دلخواه پیش از سال 1914 سوسیالیسم داروینیسمه. نظریه‌های داروین رو درباره بقای احسن می‌گیری، اونو با جامعه انسانی ترکیب می‌کنی و به این نتیجه می‌رسی که تنها راه پیشرفت جامعه انسانی اینه که در فواصل معینی مورد آزمایش نهایی جنگ قرار بگیره. و جنگ علف‌های هرز و میچینه و فقط بهترین ها رو باقی میذاره. یکی از کسانی که تنش‌های رو به افزایش آلمان پیش از جنگ را حس کرد نقاشی 28 ساله بود، لودویک مایندر. مایندر در یک اتاق زیر شیروانی در برلین به سر می برد و شبها با نور گاز نقاشی می کرد. قلم موی وی مناظر آزار دهنده ای را از دوزخ نشان می داد. زمانی بود بی‌شباهت به زمانهای دیگه در کلان شهر در حال رشد برلین. من فقیر بودم ولی ناشاد نبودم. در یک کارگاه ارزان با یک تخت خواب آهنی و تعدادی جعبه که به جای میز به کار می رفت برای خودم خونه ای ساخته بودم. غذا اهمیت چندانی نداشت ولی کرباس ظاهراً گرانبهاترین چیز اونجا بود. من عاشق اون بودم
و خجالت نمی کشیدم که پیش از کشیدن اون منظره های شوم اونو با لبهای لرزانم ببوسم. من از زندگی تصویر نمی کشیدم، بلکه از قوه تصورم الهام می گرفتم. احساس می کردم مثل سگی شکاری هستم که فرسنگ ها راهو در تعقیبی وحشیانه برای پیدا کردن صاحبش می دوه. یک نقاشی رنگ روغن پر از ویرانه های دوزخی. من از اون مناظر می ترسیدم. نقاشان، موسیقیدانان و نویسندگان سراسر اروپا در این احساس مایندر شریک بودند که تغییرهای شدید و ناگهانی نزدیک است. یک تب و یک احساسیه که همه چیز میبایست پایان بگیره. منظورم این که مارسل دوشان گفته ما به اصلاحات اساسی در اروپا نیاز داریم. خب اگه قرار جنگ بشه، یعنی اگر ما احتیاج به جنگ داریم، احتیاج به جنگ داریم، ولی احتیاج به اصلاحات اساسی هم داریم. اما اونا در واقع قضیه رو در مناسبات اجتماعی میبینن. مایندر مثل بقیه بود، برای این منظور چنین گفت زرتشت رو میخوند. متن مشهوریه. نیچه عقیده داره شهرها به اصطلاح محل آمیزش و اختلاط بشر امروزی هن و اونا به اصطلاح باید منفجر بشن تا این انقلاب صورت بگیره. مایندر آینده آلمان را نقاشی کرده بود. کشور او نزدیک به انفجار بود، نه برای انقلاب اجتماعی بلکه برای جنگ. در سال 1914 در منطقه پرآشوب بالکان باز هم تنش بالا گرفت، تنشی که سرنوشت دنیا را تعیین می‌کرد. امپراتوری اتریش ترکیبی بود از ملیت‌های مختلف، از جمله سرب‌ها. بعضی‌ها می‌خواستند جدا شوند و به پادشاهی مستقل و در حال رشد سربستان بپیوندند. گافریلو پرینسیپ یکی از آنان بود. او که عضو جامعه سری سرب‌ها دست سیاه بود، هدفش راندن اتریش از سرزمین اسلاف بود. در 28 ژوئن سال 1914 آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش با همسرش از شهر سراییوو دیدار رسمی می‌کرد. در ساعت 11 یک دور اشتباه راننده آرشیدوک او را روبروی گابریلو پرینسیپ قرار داد. قتل ولیعهد اتریش بزرگترین توهین به فرمانروای اتریش امپراتور فرانس یوزف بود. اتریش به منظور تحقیر سربستان با این کشور اتمام حجت کرد. یکی از مطالباتش پذیرش تحقیق درباره مسئولیت سربستان در این جنایت بود. رد کردن همین یک مطالبه بهانه‌ای بود که اتریش برای تهاجم انتظارش را می‌کشید. اتریشی‌ها با این فرض اتمام حجت کردند که سرب‌ها اونو بهانه می‌کنن و اون وقت اتریشی‌ها می‌تونن بهشون اعلام جنگ بدن و نابودشون کنن. در هر حال اونا می‌دونستن که اگر این کارو بکنن خطر جدی وجود داره که روس‌ها از سرب‌ها طرفداری کنن. بنابراین اتریشی‌ها پیش از اینکه اتمام حجت کنن وضع پشت سرشون رو روشن کردن، یعنی رفتن به برلین و از اونجا چیزی رو گرفتن به اسم چک سفید، یعنی که بله کارتون رو بکنید و تا هر جا که برین از شما پشتیبانی می‌کنیم. آلمانی‌ها برای این اون چک سفید رو دادن، چون نمیتونستن ببینن که تنها متحدشون در اروپا تحقیر و نابود بشه. آلمان با دادن چک سفید به اتریش نظام اتحاد دائمی را برقرار کرد. دو قدرت از قدرت‌های بزرگ اتریش مجارستان و آلمان در برابر دو کشور دیگر از قدرت‌های بزرگ روسیه و فرانسه متحد شدند.
جنگ بین اتریش و صربستان به معنای جنگ بین اتریش و روسیه بود که به معنای جنگ بین روسیه و آلمان نیز می شد. و آن هم جنگ بین آلمان و فرانسه بود. صحنه آماده بود. همچنان که چشمنداز جنگ بین الملل نزدیک می شد، ژان ژوره رهبر فرانسوی دریافت که او نمی تواند سوسیالیست ها را برای صلح متحد کند. او سوار قطاری به مقصد پاریس شد و از خستگی خوابش برد. در برابر ژوره دو دوست نشسته بودند. هر دوی آنان متوجه شدند که به چهره در حال خواب وی خیره شدند. همه اونایی که اینقدر خوشبخت بودن که ژوره رو شخصا بشناسن همیشه از اخلاق خوش و شادابی اون لذت می بردن. ولی حالا عمیقا غمگین به نظر می رسید. پر از اندوهی بود که در اثر دید روشن او از مصیبت وحشتناکی بود که داشت به سر بشر می اومد. همینطور که به چهره جذابش نگاه میکردیم، هر دومون ناگهان دچار این احساس شدیم که اون مرده. من از وحشت خشکم زد. چقدر از خودم سوال کردم که اگه اونو از دست بدیم چه میکنیم؟ برای ژوره، سیاستمداران و حتی سران کشورها به سرعت تمام می گذشت. در ضرب الاجلی که اتریش برای جنگ تعیین کرده بود، تزار تلگرامی برای عموزادهش قیصر فرستاد. 28 ژوئیه، حضور قیصر. در این لحظه بسیار خطرناک از تو تمنا دارم به من کمک کنی. از تو تقاضا دارم به نام دوستی دیرینمان هر کاری می توانی بکن تا متحدانت را از زیاد روی باز داری. نیکی. حضور تزار، با احترام به دوستی صمیمانه و محبت آمیزمان که ما را از دیرباز به هم پیوند داده است، من نهایت نفوذ خود را به کار میبرم تا به تفاهم رضایت بخشی با تو برسم. دوست و عموزاده صمیمی و فداکار تو، ویلی. بعداً آشکار شد که قیصر نه فقط قدرت عالی آلمان نیست، بلکه اهمیتی هم نداره. چون که رئیس ستاد به طور مؤثری میگه معذرت میخوام، جنگ در هر صورت اتفاق خواهد افتاد. در 29 ژوئیه سال 1914 اتریش به صربستان حمله بود. همان گونه که پیش بینی میشد، فرماندهان نظامی روسیه هنگامی که به متحدشان حمله شد درخواست اقدام کردند. روز بعد ستاد تزار به او گفتند که دیگر چاره ای نیست، روسیه باید بسیج شود. فکرشو بکنید چه مسئولیت وحشتناکی رو به عهده من میگذارید. فکر هزاران هزار مردمی رو بکنید که به طرف مرگ فرستاده میشن. تزار تا ساعت 4 بعد از ظهر صبر کرد و سپس فرمان را امضا کرد. عنصر پنهانی در بحران جنگ سال 1914 واژه شرفه. شرف چیزیه که ازش دفاع میکنی، گاهی به طور غیر منطقی، گاهی هم حتی موضوع مورد بحث نیست. در حقیقت میتونم بگم از هیچ رو به نفع هیچ کدوم از قدرت‌های بزرگ نبود که در سال 1914 وارد جنگ بشن. با این حال همشون شدن. یک جواب شاید این باشه که شرافتشون در خطر بود. بسیج روسیه درست همان چیزی بود که ژنرال‌های آلمانی می‌خواستند. اکنون آلمان می‌توانست با تظاهر به اینکه یک تهدید را پاسخ می‌گوید بسیج شود. در شب 31 جولای، در حالی که فرانسه آماده می شد تا به این بحران پاسخ دهد، ژان ژوره و هم قطارانش در کافه‌ای در رومان مارتر گرد هم آمدند.
همانطور که جوره نشسته حرف می زد، مردی از پیاده رو به او خیره شده بود. او راول ویلن میهن پرستی بود که چشمنداز جنگ به هیجانش آورده بود. جنگی که فکر میکرد جوره ممکن است جلوی آن را بگیرد. در حالی که ویلن گوش به زنگ بود، مردی از یک میز نزدیک عکس دختر کوچک خود را نشان جوره میداد. در آن لحظه ویلن از پنجره به داخل خم شد. پشت من تپانچه‌ای در یک دست آرام بیرون کشیده شد. بعد یک برق قرمز مثل آتش سیگار، سریع، بی‌رحمانه. من خونی ندیدم، فقط لرزشی از درد. سکوت شد. بعد فریاد دلشکننده‌ای شنیدم. به دنبالش سه کلمه مرتب فریاد زده شد. جیغ کشیده شد. جوره کشته شد. جوره را کشتن. قتل جوره مصادف با بسیج روز بعد فرانسه شد. با بسیج عمومی چطور میشه اعتصاب کارگری را انداخت؟ منظور اعتصاب کارگری بود، نه سربازی. و حالا همه کارگرها سرباز شده بودند. بنابراین چطور میشه اونا رو به اعتصاب کشون؟ امید جوره به یک اعتصاب عمومی بین المللی بود. تنها کسی که در فرانسه اون راه رو انتخاب کرد جوره بود. اینکه اون میتونست در ژوئیه سال 1914 به هدف برسه. حقیقت اینه که اون موفق نشد. اون این کارو نکرد. مرگ جوره هشدار یک خطر بود. همه فکر کردن جوره مرده، پس جنگ میشه. در چهارم اوت آلمانی ها با حمله به بلژیک حرکت خود را علیه فرانسه آغاز کردند. با بسیج بریتانیا جنگ بزرگ آغاز شد. در 10 سال اخیر در انگلیس حسی به وجود اومده بود که دیر یا زود باید با آلمانی ها برخوردی تمام کننده داشته باشیم. بنابراین وقتی این بحران پیش اومد، تعجب چندانی بر نیانگیخت. ولی علاوه بر اون، موضوع مهمی که کشور رو با اتحاد کامل وارد جنگ کرد، حمله آلمان به بلژیک بود که فقط حمله به یک کشور معمولی نبود، بلکه کشوری بود که بی‌طرفیشو خود بریتانیایی ها تضمین کرده بودن. پس فقط مسئله اخلاق بین المللی و قانون بین المللی نبود، بلکه شرافت بریتانیا به خطر افتاده بود. و تمام اونها با هم پیش از حمایت بریتانیا از فرانسه انگیزه یک اتفاق آراء واقعی شده بود. آلمان خطر یک جنگ بزرگ را پذیرفته بود. رقیبانش عیناً پاسخ داده بودند. نظر ستادان بود که امروز بهتر از فرداست. باید جنگ می شود. با رسیدن خبر جنگ به پایتخت‌های اروپا، هزاران تن به خیابان‌ها ریختند. تظاهرات مخالفی هم صورت گرفت که حامیان چندانی نداشت. به نظر لودویگ مایندر، هم شهریان برلینیش ناگهان تحریک شده بودند. و از اعماق زمین شیطانی هولناک سر برآورد که در مغز همه جای گرفت و در دیوانگیشان رنجشان را مبدل به جشنی سرورآمیز کردند. شهروندان هر یک از کشورهای در حال جنگ متقاعد شده بودند که کشورشان در جنگی عادلانه و تدافعی شرکت کرده است. برخوردهای داخلی که خطر تقسیم جامعه را موجب می شد به کناری گذاشته شد. جنبش بزرگ سوسیالیست دریافت که جهان در سال 1914 میهن پرستی را اول قرار داده است. زنانی که به دنبال رأی بودند تصمیم گرفتند که نخست از مردان جنگجویشان حمایت کنند و سپس برای حقوق خود
مبارزه کنم. برای پادشاهی های قاره مصیبت در پیش بود. همه کاخهایشان فرو می ریخت. تزارها، قیصرها، امپراتورها. با توجه کمتری زندگی میلیون ها انسان عادی نیست برای همیشه تغییر می‌یابد.